معادن کشور منبع عایداتی مخالفین تفنگدار دولت است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با بیان این مطلب میگوید حل بنیادی مشکلات معادن وابسته به برقراری صلح سراسری و پیکار جدی با پدیده فساد در ادارات است. از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از استخراج غیر قانونی معادن ابراز نگرانی کرده، تاکید می کند که این اتحادیه حاضر است تا در بخش معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند. نادر اشکان با جزئیات بیشتر. معادن افغانستان منبعی که ماشین جنگی مخالفان مسلح دولت را در بخشای کشور فعال نگه داشته است. معاون دوم رئیس جمهور از عدم پیشرفت ها در راستای استخراج معادن انتقاد کرده، می گوید معادن به یکی از منابع پردرآمد برای مخالفان دولت و زورمندان تبدیل شده است. متاسفانه معادن، همونطوری که پیشتر دوستان ما اشاره کردن، به یکی از منابع تأمین هزینه جنگ و یک منبع عایداتی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. به طور کلی باید گفت امروز امنیت ملی افغانستان با یک تهدید بزرگ دیگری ناشی از معادن مواجه است. ناامنی، مشکلات در قوانین، ضعف در مدیریت، فساد در عقد قراردادها و فقدان زیرساختها عوامل خوانده می شوند که به باور آقای دانش مانع استخراج قانونی معادن کشور شده است. از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا استخراج غیر قانونی معادن را نگران کننده خوانده، از حکومت و پارلمان کشور می خواهد که به صورت مشترک در زمینه استخراج معادن کار کنند. حکومت و پارلمان باید به صورت مشترک برای استخراج قانونی معادن کار کنند. استخراج غیرقانونی معادن در کنار اینکه گروه‌های هراس افغان را تقویت کرده و جنگ را طولانی می‌سازد، سبب به میان آمدن چالش‌های اقتصادی نیز می‌شود. اتحادیه اروپا حاضر است که در بخش معادن افغانستان را همکاری کرده و بودجه لازم را نیز در این زمینه اختصاص داده است. آجندای ما این است که سرمایه گذاران اروپایی را تشویق کنیم تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. For a strong and collective response. The Afghanistan sadnavish di opat polas kinada da de tasukur da ituk nishika walai che ghair qanuni de qanun da chaukat na bahar cha sar qaradadu ki ya khuday na karda aga tashwishun asta ta paida shwi di har che ba de qanun po chaukat ki wi. و اما وزارت معادن نبود ظرفیت های مناسب در این وزارت را از چالش های عمده فرارای استخراج قانونی معادن می خواند. ما ظرفیتی که ضرورت داریم در وزارت متاسفانه به خاطر مدیریت این سکتور نداریم، مخصوصا به خاطر استفاده کردن از تکنولوژی معاصر، به خاطر تحقیقات، به خاطر جمع‌آوری معلومات، به خاطر استخراج درست و به خاطر بهره برداری درست متاسفانه ما نداریم. و متاسفانه مشکل دومی که داریم این است که ما اصلا کدام برنامه و آمادگی به خاطر ساختن و ایجاد ظرفیت هم نداریم. این وزارت همچنان به منظور جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن بر همکاری نهادهای امنیتی، شورای ملی، جامعه مدنی و رسانه ها تاکید می‌ورزد. بر بنیاد تحقیق زمینشناسی آمریکا، ارزش منابع زیرزمینی افغانستان از 1 تا 3 تریلیون دلار خوانده شده که بخش زیاد آن اکنون از سوی مخالفان و زورمندان به تاراج برده می‌شود.